بسم الله الرحمن الرحیم. با یک دیگر از برنامه های رحمان تیوی خوش آمدید. اگر باراور از با چینل ما سرزین، لطفا چینل را سابسکرایب کنید، زنگ را فشار دهید و ویدیوها را لایک کنید تا از برنامه های بعدی و روزانه ما با خبر شوید. دوستان عزیز سلام علیکم، امیدوارم که جور و صحت مند باشین. به یک دیگر از ویدیو های آموزشی ما خوش آمدین. در این ویدیو ما میخوایم بر شما نحو انتقال ساوند از آیفون به کامپیوتر یاد بدم یا آموزش بدم، اما با کمی متفاوت، این که در کامپیوتر تن باید شما یک سافت ویر داشته باشین که به نام فیلمورا هستن و بعدا شما بتونین که همو ساوند شما استفاده بکنین، از آیفون بگیرین در کامپیوتر تن. خب به خاطر این کار ما سه چیز نیاز داریم یا سه ابزار نیاز داریم. یکی کامپیوتر است و دوم خود پروگرام فیلمورا است و موضوع سوم همو موبایل است، یعنی موبایل آیفون، که چون ما بتونیم که ساوند از آیفون بگیریم. خب راه های دیگه هم وجود داره که یکی از راه های شمی است که شما بگیرین در وایس ریکاردر ریکارد بکنین و صدایتان را بعد از او را بگیرین در مسنجر سند بکنین از طریق ویب و در ویب براوزر، در خود مسنجر نمیشن، در ویب براوزر بروین اونجا اد بکنین و دوباره او را به مسیج خود یا به فیسبوک دوستان یا از خودتان دو فیسبوک ها داشته باشیم برای زیر هاون کنیم و از طریق دانلود کنیم. یک طریق هست و طریق دومی که من میخوایم شما در این آموزش بتم ای است که از طریق شما اول به شکل ویدیو ساوند یا موسیقی را ثبت میکنیم و بعد اون رو میرین در پروگرام فیلمورا صدایتان را میگیرین و ویدیو را حذف میکنیم. امیدوار هستم که این کاربرد داشته باشه و بتونه شما را کمک بکنه. خب به خاطر این کار ما میریم اول بطور مثلا در ایجا آیفون است پیش ما خب دوستان عزیز، در این قسمت ما میخواییم که ساوند بگیریم. شما در یک جا میرین و یک صدا را میخواییم داشته باشین یا ضبط بکنین از آیفون، به دیگه شکل خیلی مشکل است. یکان راهی را که ما بر شما آموزش میدم ای است و خیلی ساده است و شما میتونید با بسیار ساده شما اون ساوند را بگیرین، به شرطی که شما اول با شکل ویدیو ثبت بکنین و بعدا او را بگیرین در همون پروگرام فیلمورا ویدیو را کات بکنین و خود ساوند را تنها شما بگیرین. خب ما در این تلفونی که در دست ما است، در این ما اول ویدیو را میگیرم، همون ساوند را حضور را ثبت میکنم و بعدا در پروگرام میرم اونو میپردم بر شما نشان میدم که چگونه شما میتونید که همون ساوند از ویدیو جدا بکنین و ساوند بگیرین، بطور مثلا ضبط بکنین یک جای یا با موی مختلفی که شما میخواین استفاده کنین. خب میریم شروع میکنیم. خب دوستان عزیز، این ساوندی بود که ما ثبت کردیم. حالا ما میخواییم که همین ساوند ما بگیرم و در موبایل یا در کامپیوتر خود ذخیره بکنم. بخاطر این کار ما چی راه را پیش میریم، پس تعقیب کنیم. خب من قبلا گفتم که ما به یک ابزار نیاز داریم به نام فیلمورا. او فیلمورا یا او پروگرام به این شکل است، این پروگرام فیلمورا است، این بنام فیلمورا است و خیلی یک پروگرام بالا هست و شما از طریق ازی میتونین که ساوند از تصویر جدا بکنین. به چی شکل ما این کار انجام میدیم؟ پس مرا تا آخر همراهی کنین. به خاطر این کار ما میریم اول پروگرام فیلمورا را باز میکنیم. وقتی که پروگرام فیلمورا را باز کردیم، ببینید پروگرام فیلمورا رو ما باز کردیم. دو آپشن داره، یکی ایزی مود است و یکم فول مود است. شما فول مود از این انتخاب میکنید نه ایزی مود. فول مود از این وقتی که شما انتخاب کردین به این شکل میآید. وقتی که به این شکل اومد، شما فکر کنید همون ویدیویی که شما حذف کردین، همون ویدیویی که شما ثبت کردین این ویدیو است. ببینید همین ویدیو است، فکر کنید. خب من راحت میکنم وقتی که بالا از این کلیک بکنین یاد میشه. ببینید در این قسمت، در این قسمت وقتی که ویدیو شما اد شد،
ببینیم وقتی در این قسمت اد شده مو ویدیو شما، شما در قسمت اگر ما ایره پلی بکنم فعلا هم ویدیوز و هم صدا داره. ببینیم این ویدیو شد. خب شما فکر بکنین یا حدس بزنین که این امو ویدیوی هست که شما در تلفن خود ریکارد کردین و اردی برده کامپیوتر خود انداختین. وقتی که در کامپیوتر خود انداختین از این قسمت، از قسمت ایمپورت میرین، ایره ایمپورت میکنین، ایمپورت میگین و در قسمت ایمپورت فایل میدیا، وقتی ایمپورت فایل میدیا رو بزنین شما هر قسمتی که ویدیو بود یا امو ویدیویی که شما خواستین امو را اد میکنین یا اوپن میگین. وقتی اوپن گفتین در این قسمت میاد، وقتی در این قسمت اومد شما فقط بالای ازی کافی است کلیک بکنین. وقتی بالای ازی کلیک کردین در این قسمت میاد بر شما. حالا ما گفتیم که نیاز داریم که ما فقط ساوند ازی رو بگیریم و ویدیو رو ازو کات بکنیم، فقط چپ کلیک کنیم در این قسمت. ببینین در این قسمت نوشته است آدیو دیتچ. بالای وقتی کلیک بکنیم ببینید در این قسمت ساوند ازی جدا شد. پس ما خود ویدیو رو چی میکنم؟ دلیت میکنم. شما میتونید از خود کیبورد دلیت فشار بدین و همچنان در این قسمت من میگم دلیت. وقتی که دلیت شد در این قسمت ببینید فقط ساوند ازی باقی موند. اینا رو پلی میکنم. فقط ساوند ازی باقی موند. شما میتونید که در هر جای از این استفاده کنین، برین فقط به شکل ویدیویی ثبت بکنین در آیفون هایتون، بیاین بعدا این پروگرام در کامپیوتر خود انستال بکنین و بعدا شما بیاین به شکل خیلی ساده ایره بگیرین، کات بکنین، ویدیو را کات بکنین و فقط ساوند ازی را بگیرین خلاص. که خیلی از دوستا به همین مشکل برخوردن که از آیفون نتونستن که ساوند بگیرن و این یکی از راه های خیلی ساده و خیلی یک خلاقیت میخواد و خیلی ساده هم است. و پس وقتی که این کار شما انجام دادین در قسمت اکسپورت میگین، در قسمت اکسپورت میگین، وقتی که اکسپورت گفتین به این شکل آپشن بر شما میاد. اینجا هر کدوم اینجا مکانش که شما میخواین اموج ثبت شود شما میتونید که انتخاب بکنین. در این قسمت میبینین دسکتاپ از لایبرری سو هر قسمتی که شما میخواین میتونید ثبت کنین. وقتی که ثبت گفتین فقط کافی است در این قسمت اکسپورت بین، در این قسمت میبینین اکسپورت میگین. وقتی که اکسپورت شد برای قسمت ببینیم این در حالت رفتن است، در حالت تکمیل شدن. وقتی که آخر شد اگر ما فعلا این را بگذارم تقریبا 20 دقیقه الا دقیقه را دربر میگیره. خب اگر ما این را بگذارم وقت دربر میگیره 10 الا 20 دقیقه الا 15 دقیقه به او خاطر نیاز نیست، من میگم کنسل. وقتی کنسل گفتم و شما وقتی که به می شکل مانین کمپلیت میشه، تکمیل میشه. باز در هر قسمتی که شما این سب کرده بودین میتونین که شما می صدا را بدست بیارین و یکی از راه های خیلی ساده و خیلی خوب بود که شما میتونین امو ساوند از ویدیو جدا بکنین. امیدوار هستم که آموزش مورد پسند شما خوبان قرار گرفته باشن و به خاطر آموزش های بعدی و سوال های بعدی شما نظرات خود را، سوالات خود را در بخش کامنت بگذارین. انشاءالله ما